خب الله ابها فامیل و دوستان عزیز و محترم ماما حمیده که احوالش رو میپرسیدین اینجا نشسته میخواد برای شما یک داستان خیلی جالبی رو تعریف کنه. ما بی زحمت به این دور من بعد نگاه کنیم. آره مرسی. یه داستان جالبی رو میخواد برای شما تعریف کنه که من دیگه تعریف نکنم، خودش تعریف بکنه. که روز جمعه پیروز نه دیروز شنبه بود، پریروز جمعه بود، امروز یک شنبه است. داستان از چه قرار بود؟ صبح که من اومدم پایین ماما حمیده چی کار کرد؟ کجا بود؟ داستان از چه قرار بود؟ من که آمد پایین شبش این دو تا چیز من دست من و دست بالا دو تا دیگه و هم دیگه ناله میکرد، اینقدر درد میکرد اینا. طب اگه که بخوام برم تو توالت من از نمیتونستم از تخت بیام پایین اینا. خلاصه به هم چیزی اینا قیوان آمد دید من اوضاع اینجوریه، تلفن کرد به چیز 911 و اینا رختن تو خونه، آمدن رختن تو خونه ما. این یکی شد اینطور که گرام ما تو این دستاش اینجوری میکرد، سه تا دکتر داری، یک دکتر مرد و یک دکتر، دو تا دکتر دن و اینا، تو اولین گرانمانم هستی. گفتم خیلی خوب، مرسی پسر جوانای بود. گرانمان مرسی، خیلی ممنون اینا. وقتی شده گفت با کتا اونجایی که میتونیم کمکت میکنیم خوب بشیم. گرانمان باید بری خونه دوباره چیزت رو ببینی. گفتم خیلی خوب مرسی، خیلی پسر با مزایه بود، از همشون هم جوانتر بود. خب از من نوام زنگش زدیم، بچم از اونجا، اونم پشت تلفن با ویدیو با این امرجنسی روما چیکار میکرد؟ بازی حرف میزد و راهنماییشون میکرد چیکار بکنی چیکار نکنی. آره و حتما مطمئن باشین که فقط چون دستش آرنجش درد میکنه ول نکنین همینجوری برین، بلکه قلبش هم بگیرین که مطمئن باشیم که اشکال قلبی نداشته باشه. خلاصه اینا با کرفتی به چیز کردید دکترا از همه بدن رو اینا چیز گرفتن دیگه. خب اول شما رو گذاشتن توی یه دونه برانکا رو بردن توی آمبولانس که برن کجا؟ ببرن اونجایی که چیز میگیرن دیگه، مریض خونه ایمرجنسی رو، ایمرجنسی که از آدم چیز میگن. خون ما گرفتن، قلب من نگاه کردن، پشت آمان نگاه کردن، استخوان دست من نگاه کردن، هر جایی بود بگیر نگاه کردن و اینا، اکسری کردن و اینا. از اون ور نگار و نوا و ارسلان هم پشت تلفن به ما میگفتن که چی بپرسید چی نپرسید چه کار بکنید، مطمئن باشین چه آزمایش هایی بشه نشه، درسته؟ همه شون کمک میکردن. آره ولی خب من انقدر درد داشتم که چیزم حالی نمیشدم. آها وقتش این بود که خلاصه که در چیزه یه آمپولی که به من دادن، یه آمپولی هم که خون گرفتن بعد از اونش چیز کردن آمپول خون گرفتن، یعنی خونتون رو گرفتن تجزیه کردن، قلبتون رو EKG کردن، همه اینا خوشبختانه گفتن. آره چیه ده. گفتن مامان بزرگ، مامان تو چیه از همه اینجا چی تره؟ سالم تره. گفتن از همه ماها سالمتر و وضعش خوبه، هیچ چیش نیست، فقط دستش هم نشکسته، هیچ چیش نیست، فقط ممکنه رو دستش چیکار کرده، شب خوابیده. گفتن ممکنه رو دستش خوابیده، فشار آورده، یه ذره چیز کرده، یه کمی آرنجش یه کمی ورم کرده. نه نمیده، استخوانش خیلی بدجوری داشت و استخوان هیچی نشون نداد، یعنی اکسری نشون داد هیچی نشد. سرتون هم بالا کنین لطفا یه کمی. بعد اومد اینا گفتن که دوام مبام لازم نداره، حالا دیگه باید برین خونه متا. ما اونجا چندین ساعت چیکار کردیم؟ گشنه و تشنه نشستیم سر صندلی تا جواب کاملا بدن و بدن دست بود و همونه بگیری بیاد. آره خیلی طول کشید. آره هیچی، کافتریاشون هم بسته بود. چون که چی بود؟ به خاطر تعطیلی بود، به خاطر کرونا. کرونا و تعطیلی. آره غذا نداشتن، هیچی نداشتن، فقط تنها چیزی که رفتیم پیدا کردیم با توی از این ماشینا یه ذره گیدرید پیدا کردیم که همینجه چی بخوره؟ آب تو شیشه، یه شیشه آب دادن.
نه شش آب ندادم ولی بعدن رفتیم گیترت گرفتیم که شما خوردین که یه مقداری آره. ولی میترسیدیم بخوریم به خاطر اینکه نمیخواستین کجا بدین دستشویی دو کنیم نمیخواست ما حمیده دستشویی بره اونجا اصلا و چیزه محیطش چطوری بود؟ محیطش چجوری بود؟ محیطش بد نبود دیگه همه مریض بودن آمده بودن دکتر و آره. بچه شون آورده بودن یا خودشون بود یا آره. تیزشون بود آره میکرد تین بدبخت ها می آمده آره خب نرسا چجور بودن؟ نرسا کیا بودن؟ نرسا هم که دو سوتاشون نشد که به همه میدیدم اسپانیشان به اسپانیش میگفتم موچه گراسیات موچه گراسیات چیز میکردن دیگه کمک میکردن این وقتش اغلبشون کدوم ملیت بودن؟ اغلب نرسا کدوم ملیت بودن؟ اغلب من اینقدر میدم اسپانیش بودن اولی میدونم مال کدوم آره بیشترشون مکزیک بودن جوون و هیکلمند آره هیکلمند و تی مهربان هم هستم برای کار کردن رسرسی جز اسپانیش کسی دیگه نمیتونی به اندازه اسپانیش کار بکنه خیلی خوب کار میگرد وقتش آخر سر شما چجوری رفتین تو ماشین نشستی؟ ماشین من رفتم آوردن چجوری توش رفتین نشستی؟ یه برده دو تا سه تا مرد دمر ماشین ها وای بیزن خب به من گفت که ما واشدیم که کمک بکنیم اینا من کمک میکنم میدارم بذاری تو ماشین اینا خب اینا خلاصه معاذب باش که برای همه گفت به همه کمک کنم ستا کمک میکردن خب خسد کی شما رو بغل کرد گذاشت توی ماشین؟ یه آقای بچون هم کی بود آقای یه آقای چپچاق هم بود نه با چپچاق هم بود یه نرس قد بلند قوی صدا کردن اون گفت اون فقط میتونه شما رو بذارتون بغلتون کرد تو هوا چیو کرد تو کارتون کرد؟ خب گذاشته ما گذاشته ما رو تو صندلی آره برای اینکه اینجوری نمیتونسته بیانی بالا تو ماشین من خلاصه توی چی چطور بود؟ توی آمبولانس چطور بودش؟ تو آمبولانس هم چیز بودن میخواستن دوتری منو بردارم برسنم به دکتر آره که درد بخواهد آره اونا کارشون چیز خیلی هم مهربان بود آره خب خلاص بعد که اومدی خونه کی مایه نتون کرد حسابی؟ ارسلان چیکار کردش؟ ارسلان دست استخوان و اینا رو همه رو معنی کرد به من یه قرصی داد کسی که چیزش بشته یه چسبای مخصوص دردم زد به چیزتون به کجاتون به دست به آرنجتون آره. گفتش که چی شده؟ گفتش که هیچ چیز مهمی نیست آره خب الحمدلله حالتون خوبه خب حالا پس دو روز گذشته دیروز چیکار کردین راستی اینجا سرتون بالا میگیرید رستن یه کمی دیروز کیا بودن اینجا نگار آمده بود با آلبرت و به آقای دیگه دو تا دوستای ما از دوستای خیلی خیلی قدیمی نگار و ما و همه که اینجا درس اخلاق داشتیم 8 سال 9 سال اینجا اونا اومده بودن با 9 سال اینجا درس اخلاق داشتیم هر هفته جوونا از همه جای لس آنجلس می اومدن اینجا اینا دوستای اون موقع بودن اومده بودن آره من نفهمیدم آخر کاری بود اول پیش من دیدم فارسی چیز بکنه تو فارسی بلدی گفت آره من فارسی بلدم اینا گفتم من ندونستم خیال کردم تو چیز هستی نه فارسی نه بلد یا شوهر شده من دونستم نه اون آره اینا فامیل شرایبر که خیلی مؤمنن خیلی خدوم آره. وقت سگا رو تعریف کنی یک کمی از سگا سگا کدام سگا؟ سگای نگار و البر بابا سگا نگار یه سگی داره سبتون رو بلند کنی دو تا سگ داره یکیش خیلی خوبه انقدر مهربانه میاد که میخواه ما تیز بکنیم نازش کنیم و نوازشش کنیم ولی یکی دیگهش انقدر شیطونی تحت نداره خب منتظره که بره سراغ مرغ و مرغ که حسابسونه برسن یا سراغ چیز خروز خب این کارش اینه اما یکیشون خیلی خوبه خیلی چیزه مهربانه حسن اصلا منه یادش نرفته بعد از مدتی آمده اینجا وقت یادش نمیره نه بازم یاد و سراغ منه بوده منم خود نوازشش میکنم اومده بود کجا پلو شما چیکار میکرد؟
صورتشم به چیز مساج میگیره خوشش من رفت دیگه. اسمش هم آرلوه. آرلو اومد بعد پای ماما حمیده پارک کرده بود خودشو که ناز بگیره از ماما حمیده. آره دازیخ میخواد خیلی دلش نده میخواد ناز بکنه. آره اهل نازه. خلاصه امروز شما دیگه مدین چیکار کردین؟ کاراتون رو آب باغچه‌تون رو چیکار کردین؟ آره سه روز بود نداده بودم. آها سه روز بود آور نه باغچه نداده ولی که دیدم که نگاه کن ببین دیدم که یه چیزم وضعشون خوب خراب نشده. برای گرنه که هر روز مراتب میدادم بهشون. امروز وقتی که نگاه کردم به همهشون این اون همهشون سر حال. بله سر چیز. اینجا جوونه های تروبچه. آره تروبچه ها جوونه زدن تو کشتیم اینجا. آره اونم همینطور اونجا هم که بینینی که گوجه فرنگی های سیاه که کشتیم توی اینجا گوجه فرنگی های سیاه و ما حمید آب میده و اینا هم گوجه فرنگی های قرمز که حالا یواش یواش داره در میاد. اینجا هم که ما و حمیده سیاحت میکنه روزا اینجا همه گلا در اومده. بذار ببین همه شون تمراز و راز نه آره منتظر شدن که شما بیان بهش آب بدین. خب دیگه روز به این ترتیب ما روز ولنتاین رو چیکار میکنیم؟ روز ولنتاین رو که روز دوستی و محبت و عشق و فلانی حرفا چیکار میکنیم امروز؟ اینجوری جشن گرفتیم توی باغچه. بهتر از این نمیشه. بهتر از این نمیشه. با داستان چی؟ داستان ماما حمیده رفتین امرجنسی روم بعدش هم نگار و بقیه اومدن و دیدن. چیز دیگه دارین؟ انشالله که سلامتی برای همه باشه. همه سلامت باشن و اینا. این خبر اخبار که دادیم دیگه یه دفعه دیگه اخبار خوب دادیم. این اخبار اینم خوب بود. به این ترتیب ما متوجه شدیم که شما چی هستین؟ من گرانما چیز هستم. سه تا دکتر داریم تو چیزیم. سه تا دکتر دوروبرتون کار میکنن و مواظبتونن. گرم مام هستین و مشالا هیچی تونم نیست قلب ریه چی کار میخواه بکنه یعنی سه تا چی دکتریتون گرم مام داری. آره پارامدیکام که بودن مشالا یکی از یکی درازتر قویتر اصلا کلشون یکیشون نزدیک بود بخوره به سقف. واقعا یکیشون قدش نقدر بلند بود من تا کمرش بودم. آره قد بلند بودم. قد بلند قوی همه خیلی مهربون. خیلی خوب پس مامان بای بای تون رو بکنین لطفا. بای 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 دستتون هم تکون بدین. همه تون سلامت باشی انشالله ایش کس خدمتش نباشه انشالله. Alright, bye bye. Happy Valentine's Day. Pilots and all that stuff. You know, so, you know, like us, we can probably find something else to even get to New York with $200. I went to Hawaii round trip, $200. No way. Yes. Sabi and I know. Santa sounds special. No way. You could something like that. During COVID, though. And we had. Across the street of the seats. Like, it was so empty, the airplane. Because they have to be there to pick up the next one. They have to But I'm acting like that being said, you won't get that in Australia. They'll just delay the flight. They'll say, okay, until we get enough people out there, we're not going to send that category. Yeah, they're not going to get socialized.
the transition, they don't want to penalize because the people are going to be worse off. خیلی خوشگلی. بله. خیلی خوشگلی. بله. خنده بکن، خنده بکن، خنده بکن. آها. اوی کلا خنده بکن. آه، آلو. خنده بکن. داری ناز میکنی بر ماما حمیده؟ آره، قمیش اومدی ناز میکنی پروش وایسادی؟ آره. آقل یکی نه آقل نیتر میاد. میره یه اتاق میره اتاق خرابکاری. آره، این شیطونه. اون شیطونه، این شیطون نیست. خیلی خوبی از اولش هم خوب بوده. آره. Okay, dear friends, this is a happy Valentine's Day fruit salad of all colors, unity in diversity. Oh, I can't even tell you the amount of diversity is in there. Probably if I can remember, cantaloupe, raspberry, strawberry, pumpkin seeds, blood oranges from the garden, apple slices, blueberries, chocolate, jujuberry, oh my goodness, and I also have chopped cucumbers, and also I have added some lime juice from the limes from the garden, and also some mango juice and kiwis for green in the whole batch. So boy, I tell you, last night we got together with some friends and family and it was just heavenly, and we shared some of the same fruit salad. So this is to share it with you. My mom is gonna get a bowl, my husband Arsalan is gonna get a bowl, and some of our friends who are gonna be visiting gonna get a bowl, and I will get a bowl, and I wish all of you could share it with us. It is delicious and it is environmentally friendly. Some of it comes from my garden with all its beautiful fruits. Love you guys.